رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فوندرلاین روز سهشنبه 27 شهریور در مصاحبه مطبوعاتی خود در مقر مجلس اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه گفت به رغم مخالفت برخی از دولت‌های اتحادیه اروپا با پیشنهاد تساوی جنسیتی شمار بیشتری از مدیران زن را برای احراز بالاترین مقامات کمیسیون اتحادیه اروپا در پنج سال آینده نامزد کرده است کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار خانم فوندرلاین با اعضای بلندپایه مجلس اتحادیه اروپا در استراسبورگ انجام گرفت که در آن با رؤسای های چپ میانه و راست و رئیس مجلس روبرتا متسولا نشستهایی برگزار کرد چنانکه که میبینید ما حالا یازده زن به عنوان نامزد برای کابینه داریم که امروز معرفی میکنم. یعنی چهل درصد پنج سال پیش وقتی برای اولین بار نامزد ریاست شدم این نسبت 22 درصد زن بود 78 درصد مرد می توانید تصور کنید که این نسبت کاملا غیر قابل قبول بود من شدیدا با دولت های عضو کار کردم و توانستیم سهم زنان را به چهل درصد ارتقا دهیم در برابر 60 درصد مرد که دستاورد ما را نشان می دهد و کاری که در پیش است رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت انتخاب همکاران بر اساس اولویت مثل حاکمیت، امنیت و دموکراسی انجام گرفته و خواهان اقتصادی رقابتی، کربن زدوده و دورانی است با امکان انتقال عادلانه برای همه. بلوزومن نمیخواهد کهنه را حفظ کند بلکه با حمایت از بداعت و اختراع و سرمایه میخواهد پذیرای نو باشد. خانم لاین گفت برای شش مقام معاونت اجرایی ریاست کمیسیون اتحادیه چهار زن و دو مرد برگزیده شدند که در دوره قبل برعکس بود رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا وزیر انرژی اسپانیا ترزا دبیرا رودریگز از حزب سوسیالیست را برای مقام معاون اول اجرایی خود برگزیده که مسئولیت انتقال به اقتصاد پاکیزه و رقابتی را بر عهده خواهد داشت و سیاستگذاری برای رقابت در اتحادیه اروپا نیز زیر نظر او خواهد بود وزیر کشور سابق فنلاند و عضو مجلس اتحادیه اروپا هنا ویرکانن یکی دیگر از نامزدهای کلیدی معاونت اجرایی ریاست کمیسیون اروپا است که با مسئولیت در حاکمیت امنیت و دموکراسی قرار است به شالوده های دموکراسی اروپا از جمله حکومت قانون و همچنین جنبه های داخلی و خارجی امنیت اتحادیه بپردازد یکی از دو مرد عضو کابینه خانم فوندرلین، وزیر خارجه فرانسه استفان سوژورن نامزد معاونت اجرایی ریاست کمیسیون اروپا شده است با مسئولیت رونق و راهبرد صنعتی و ایجاد شرایط لازم برای بالندگی کسب و کارهای اروپا و مرد دیگر نخست وزیر سابق لیتوانی و عضو پارلمان اروپا اندریس کوبلیوس است که سیاستهای دفاعی و سرمایهگذاری از ظرفیت صنعتی را بر عهده خواهد داشت هر یکی از اعضای 27 کانه اتحادیه اروپا در کمیسیون زیر نظر خانم فاندرلین یک نماینده دارند با نقش شبیه وزیر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا برای خبرنگاران تشریح کرد که برگزیدن نامزدهای عضویت در کابینه سوای قابلیت های فردی و پیشینه حرفه آنها باید از مراحل دشوار تبادل نظر با دولت های عضو و در نظر گرفتن ترکیب جغرافیایی و سیاسی کابینه نیز میگذشت